برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. ضمن عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر جواد نفیسی هستم و در برنامه درد دل روان دنباله برنامه قبلی رو ادامه میدم و میخواستم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که اگر برنامه قبلی رو مشاهده نکردید و علاقمندید که پیگیری کنید، با تایپ کردن اسم من روی یوتیوب و فیسبوک میتونید خیلی راحت تمام برنامه‌های قبلی رو دوباره تماشا کنید. اما اگر خاطرتون باشه، جلسه قبل ما راجع به یکی از درمانجوها صحبت میکردیم که در ابتدا خیلی مقاومت میکردن و اجازه نمیدادن من از نظر عاطفی نزدیک بشم و ببینم در درون ایشون چه خبره، ولی بعد از حدود 25 دقیقه که این مکانیسم‌های دفاعی ایشون، خصوصا لجبازی و کله شقیه ایشون و اینکه خیلی از این شاخه به اون شاخه می‌زدن و جواب سوال‌ها رو مستقیما نمی‌دادن، بالاخره به یه مرحله رسید که ایشون با احساساتشون تونستن تا اندازه تماس بگیرن و بعداً نیروهای مقاومت مرزی به کلی از بین نرفت، ولی تحت تأثیر نیروهای متحده پیمان درمانی اونها پایین رفتن و یه نتیجهش این شد که یه احساسات، یک خاطراتی به سطح اومد که اون خاطرات به ما خیلی کمک میکرد که ببینیم در درون روان ایشون چه حوادثی صورت گرفته و کجا و چطور صدمات وارد شده. و ما متوجه شدیم که اولین صدمه رو که ایشون توجیه دادن این که یکی از کسایی که از یک محله دیگه بود، در زمانی که ایشون در دوران دبستان بودن، یک مشت محکمی به صورت ایشون میزنه و دماغ ایشون رو میشکنه که هنوز دماغشون کجه به علت اون شکستگی، به علت اون مشت شدیدی که بهشون زده شده بود. و بعد دیدیم که اونجا یه حالت فلجی به خودشون گرفته بودن و برای همین تونست اینطور شدیدن کتک خورده بودن از ایشون. بعدن ایشون خودشون اینو ربط دادن به اینکه موقعی که پدر خیلی خیلی خشمگین میشد و کتک کاری میکرد، ایشون هم همین خشم رو در درونشون داشتن ولی از ترس و وحشت یا حالت فلجی داشتن. و بعدا احساسات غم شدیدی به سطح اومد با یه مقدار از احساسات دردناک که همه مربوط به این بود که چطوری در بچگی و طفولیت ایشون صدمه دیده بودن. ولی اون چیزی که مهمه این که حالا نیروهای متحده پیمان درمانی خیلی قوی تر شدن و زنده حالا در فعالن و در کارن و هی خاطراتی یکی بعد از دیگری داره میاد که خیلی پرمعنیه و داره به ما کمک میکنه که ما ایشونو بشناسیم و ببینیم کی صدمه دیدن و به اصطلاح زخمهای زندگی ایشون چجوری ایجاد شده در روان و اونها رو تحت نظر بکشیم. در ضمن ایشون گفتن که موقعی که پدر با کمربند شدیداً ایشون رو شلاق میزد، به طوری که پشتش میسوخت و تاول میزد و خونریزی میکرد، ایشون نمیتونستن به طرف مادر برن و از مادر مثلا پناهگاه از طرف مادر داشته باشن، چون مادر خیلی
خانم خونسردی بود و در ضمن خیلی میترسید از پدر و خیلی مطیع پدر بود و هیچ موقع اون حالت محافظت از پسرش رو نمیتونست ابراز بکنه. در نتیجه ایشون یه تمایلی پیدا کردن که به طرف عمه و دایی برن و اون دوتا کسایی بودن که پناهگاهی برای ایشون بودن و این وضع ادامه پیدا میکنه. ولی ایشون بعدن شاهد این بودن که این پدر که با ایشون چقدر ظالم بود و چقدر ایشون رو کتک میزد، رابطه خیلی مهربان و پدرانه ای داشتن با خواهر ایشون که مثل اینکه 3-4 سال از ایشون کوچکتر بود و این دوتا همیشه با هم نزدیک بودن از نظر عاطفی. ببینید، مادر که دور بود و خیلی خونسرد بود و مطیع، ایشون که خشم شدیدی از پدر داشت و این مظلوم بود و به اصطلاح مورد ظلم قرار گرفته بود، ولی پدر به یه علتی به دخترش خیلی نزدیک شده بود و اونو همیشه محافظت میکرد و رابطه گرمی با هم داشتن، رابطه پدر و دختر و دختر و پدری خیلی گرمی داشتن. و ایشون خشم خیلی شدیدی نسبت به این خواهر داشت و خیلی حسادت میکرد که چرا اون انقدر محبت از پدر میگیره ولی این فقط هدف خشم پدره. و این خشم به حد رسیده بود که یک روز این به عمش میگه که موقعی که خواهرم تو بیمارستان بودش برای عمل جراحی، من آرزوی مرگش رو میکردم که این بمیره و هیچ موقع خونه نیاد. و عمش اینو به مادرش میگه و مادر به پدر میگه و این سبب میشه که پدر دوباره ایشون مفصلا بزنه و در ضمن این خاطره هم پیش میاد که به ایشون گفته بودن که موقعی که این خواهر تازه به دنیا اومده بوده، ایشون میرفته تو اتاق خواهر و یه متکا ور میداشته و میذاشته رو دهن خواهرش که میتونسته خواهرش خفه کنه و این به قدری شدید شد و این تکرار شد که بعداً مجبور شده بودن که در اتاق خواهر رو قفل بکنن که این نتونه بره تو اتاق خواهرش و به اون صدمه بزن. و بعد یک خاطره دیگه ای که اینجا خیلی پرمعنیه به سطح اومد که میره به سن 14 سالگی، 15 سالگی، حدود 13 تا 15 سالگی که اتاق این خواهر چسبیده بود به اتاق پدر مادر ایشون و ایشون نیمه شب میره تو اتاق خواهرش و لباس زیر خواهرش رو در میاره و شروع میکنه دست زدن به ناحیه تناسلی خواهر. ولی در همین زمان یک دفعه این فکر به ذهنش میفته، همینجوری که داشته خودش رو میخواسته ارضا بکنه از این جهت که نکنه در باز بشه و پدرم بیاد و منو در این شرایط ببینه، و با این وحشت این کار ادامه نمیده و میدوه میره تو اتاق خودش با وحشت میخوابه. و این موضوع یک احساس گناه خیلی خیلی شدیدی در درون ایشون به وجود میاره. و اینجا من میخوام یک موضوع خیلی مهمی رو به توجه بینندگان عزیز بیارم که خیلی شایعه که وقتی صدمات روان قبل از 4 سالگی در دوران طفولیت صورت میگیره، به یه عللی این احساس خشم با احساسات جنسی با هم یه چسبندگی پیدا میکنن، یه فیوژنی پیدا میکنن و در نتیجه موقعی که قسمت ناآگاه
این نوع درمانجوها رو باز میکنید، اون چه میبینیم این که خشم اینا همیشه با یک تجاوز جنسی هم همراست و ما میدونیم ایشون هم از خواهرش خشم شدیدی داشت، خشم مرگبار، هم یه احساسات جنسی و این دوتا با هم چسبیدن و موقعی که بالاخره آنلاک میشه و موقعی که بازگشایی یا ناخودآگاه آنکانشس صورت میگیره، اون موقع شما یه حیوان درنده ای رو میبینید که بدن خیلی هم تجاوزکاره و به حالت ریپ اون فردی که هدف خشمشه تیکه پاره میکنه و بدن از بین میبره. و این خیلی مهمه که ما آگاهی داشته باشیم که در افرادی که صدمات و تروما به اصطلاح صدمات و ضربه های روانی خیلی زود تو زندگی صورت میگیره، بین 1 تا 4 سالگی، این نیروی جنسی هم که اونجا خیلی احساس گناه ایجاد میکنه ما موشکافی کنیم و بشکافیم و بیاریم به سر و که قسمت به قسمت آگاه بیاد و اون احساسات گناه که اونجا هست همه بیاد به سطح و حس بشه و بعدن با یه دید حقیقت بینانه ای در اون محلی که باید قرار بگیره قرار بگیره. و احساس گناهی که در این مورد ایجاد شده بود برای ایشون زیر اون سازمانیه که خیلی ویرانگر و خراب کارانه بود. و حالا میبینیم تمام کل شقی ها و لجاجت ایشون و اینکه اینجور لجبازی میکردن و اجتناب میکردن از رابطه عاطفی، ایجاد رابطه عاطفی و نزدیکی عاطفی به خاطر این بود که اگه اجازه میدادن از اول من بهشون نزدیک میشدم تمام این چیزا از اول میبایست رو بشه، ولی ایشون تا اونجایی که تونستن جنگیدن با من که مبادا این احساسات بیاد به سر. بعد ایشون ادامه دادن که این کله شقی و لجبازی ایشون و این قسمت ویرانگر در دوران دبیرستانشون به حد اکثر رسید، تا حدی که ایشون 1 سال تو دبیرستان عقب افتادن و بعد به علت خرابکاریشون ایشون از مدرسه بیرون کردن و ایشون نتوانستن دیپلم دبیرستانشون رو بگیرن و این شعله آتش این خشم رو بین ایشون و پدرشون بیشتر کرد، چون پدر میخواست ایشون تحصیلاتشون رو ادامه بده و ایشون همینطور خرابکاری میکردن و به عبارتی با صدمه زدن به خودشون و خراب کردن تحصیلاتشون میخواستن انتقامشون از پدرشون بگیرن، چون موفقیت ایشون از نظر تحصیلی آرزوی پدرشون هم بود. و این خود خرابکاری و خود ویرانگری و لجبازی و کله شقی ادامه پیدا کردش تا بالاخره در سن 22 سالگی ایشون موقعی که داشت رانندگی میکرد تحت تأثیر مشروب زیاد یا حالت مستی داشته و مواد مخدره یک تصادف شدیدی میکنه و بعدن با پلیس شروع میکنه سرشاخ شدن و کله شقی کردن در عالم مصری و بعدن هم که تازه براش وکیل میگیرن و برای توی دادگاه که وکیل از ایشون به صلاح محافظت کنه و از تنبیه های بیشتر جلوگیری کنه، ایشون با وکیل مدافعشون هم جر و بحث میکردن و نمیگذاشتن که وکیل مدافعشون اونجوری که شاید و باید بتونه از ایشون دفاع کنه. در نتیجه میبینید که در تمام روابط این قسمت خود خرابکارانه در جریان بود و نتیجه این امر شد که ایشون مدتی در زندان موندن و موقعی که در زندان موندن اونجا دیگه بیشتر هدف یک مقدار آدمای جانی و جنایتکار و سوء استفادگر قرار گرفتن و صدماتی که ایشون روانشون و جسمن در زندان گرفتن بیش از اون صدماتی بود که شلاق‌های پدر بود و وضعی که برای ایشون پیش اومد. اینجا من با اجازه شما میخوام یک مقدار حاشیه برم و
یه موضوعی رو از نظر جامعه به توجه شما بیارم. چون الان موضوع زندان پیش اومد و ما اینجا میبینیم که یک کسی که اشکال روانی داره، اشکال عاطفی داره، به زندان میفته و توی زندان اینجوری بیشتر تکه پاره میشه. متاسفانه الان اون چیزی که ما میبینیم این که تعداد تخت‌های زندان‌ها را دارن زیاد میکنن، تعدادهای زندان‌های بیشتری دارن میسازن، ولی تعداد تخت‌هایی رو که در بیمارستان‌هایی که برای اشکالات عاطفی و روانی هست دارن کم میکنن. در نتیجه عده خیلی زیادی از این بیمارانی که اشکالات شدید روانی و عاطفی دارن و احتیاج به درمان فوری دارن، اینا الان در زندان به کار میبرن، به سر میبرن. ببینید، یک زمانی بود که ما برای هر 300 نفر تو جامعه آمریکا ما یک تخت برای ناراحتی های عاطفی و روانی تو بیمارستان ها داشتیم. الان در حال حاضر برای هر 3000 نفر آمریکایی که در آمریکا داره زندگی میکنه یک تخت تو بیمارستان ها برای بیماری های روانی و عاطفی شدید هست. در نتیجه این گروهی که خیلی نیاز دارن بیش از همه به درمان، درمان عاطفی و درمان روانی، سر از زندان در میارن. و حالا اگر ما بریم توی زندان ها نگاه کنیم، تعداد زیادی از این بیماری های روانی شدید میبینیم در افرادی که از بیماری های روانی شدید زجر میکشن، که متاسفانه باهاشون مثل جانیا و جنایتکاران و مجرمین رفتار میشه. و بدتر از همون همه، مثل همین این فردی که الان صحبتشو میکردم، اینو میندازن تو دست و پای یه مقدار گرگ، یه مقدار آدم جانی و سایکوپات و جنایتکار که از هر گونه آسیبی به اینها زدن دست بر نمی‌دارن. حالا اگر این که این وضع ادامه پیدا نکنه، ما اون چیزی رو که می‌بینیم و اون روندی رو می‌بینیم که داره پیش میره شدیدتر میشه. یعنی تعداد بیماران روانی که توی زندان‌ها هستن به مراتب بیش از بیماران روانی هستند که دارن درمان میشن توی بیمارستان ها. به عبارت دیگه میشه گفت که به ازای هر یکی بیمار روانی که توی بیمارستان بستریه، 300 تا بیمار روانی توی زندان الان. و این به نظر من فاجعه قرن حاضر که همونجور که در سالهای خیلی قبل این بیمارهای روانی رو، بیماران روانی رو به صورت جنزده می دیدن اینشون و این از اینا دوری می کردن، بدتر از بیماری های بیماران جزامی، اینا رو ازشون فرار می کردن، تا اینکه بالاخره یه عده از روانپزشکان و یه مقدار از روحانیون به کمک اومدن و این وضع رو شروع کردن به تدریج تغییر دادن و گفتن اینا جن زده نیستن، اینا مریضن، اینا خطرناک نیستن، اینها افرادی هستند که بیماری های روانی دارن. ولی متاسفانه هنوز که هنوزه
ما بین بیماری های جسمی و بیماری روانی فرق میذاریم و نمیگیم چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. شما ببینید اگه یک کسی از فرض کنید سکته قلبی بکنه یا سرطان داشته باشه یا ایدز داشته باشه یا دست و پا شکسته باشه، خیلی این اجتماع راحت تر همدردی میکنه، به کمک اونها میره. همین الان با این فاجعه‌ای که در شرق آمریکا اتفاق افتاد میبینیم که همه دارن سعی میکنن یه جوری به این مردمی که صدمه دیدن با این طوفان کمک کنن. ولی همین الان تعداد کسایی که از بیماری های روانی شدید دارن زجر میکشن و متاسفانه نه تنها درمان نمیشن ولی توی زندان دارن به سر میبرن بیشمارن. و ما هنوز که هنوزه بیماری های عاطفی و روانی رو به مانند بیماری های جسمی درمان نمی کنیم و با اونا برخوردشمون هم کاملا مساوی نیست. حتی شرکت های بیمه محدودیت های زیادی میگذارن برای درمان بیماری های روانی و عاطفی و در نتیجه افرادی مثل همین مردی که الان به توجه شما آوردم تحت فشار به زندان میفته و نه تنها درمان نمیشه بلکه اونجا بیشتر مورد ظلم قرار میگیره. و اینجور بیماران روانی وقتی که بیرون میان از زندان، اینا نه تنها حالا بیماران روانی هستن، از اونا یه آدم های جانی و جنایتکار و خرابکار ساخته میشه تو اون زندان و یه حیوانایی از زندان میان بیرون که متاسفانه بیشتر به خودشون و جامعهشون صدمه میزنن. ببینید بیماران روانی گرچه گزارش هایی داده میشه که یه عده رو میکشن یا تیر میزنن یا آتش میزنن، ولی اگر به تمام جنایت ها نگاه کنیم، به تمام جنگ ها و تمام کشت کشار ها نگاه بکنیم، تعداد خیلی معدودی از اینها بیماران روانی هستن. اغلب اون جنایتکارا و اون کسایی که کشت کشار های عظیم رو میکنن و شما میتونین در این ردیف سران دولی رو هم اسم ببرید، اینا که بیماران روانی نیستن، اینها آدم کشایی هستن که برای اینکه به مقصودشون برسن میتونن اینقدر ظلم بکنن و اینقدر آدم بکشن. در نشه متاسفانه بیماران روانی همیشه هم در زمان قدیم هم در حال حاضر بیش از بقیه بیماران اهمال شدن، ازشون سوء استفاده شده و هنوز هم داره سوء استفاده میشه و زیاد هم به صدای اونا کسی گوش نمی کنه. در اینجا ما به خاتمه برنامه رسیدیم. من با بینندگان گرامی خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. شب بخیر. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.